سلام به همه دوستان عزیز. پاراشای این هفته هست پاراشات رعه. تو پاراشات رعه تورا می‌نویسه راجب حیوانایی که پاک نیستن، که نجسن، ولی تورا نمی‌نویسه حیوانای نجس، می‌نویسه حیوانایی که پاک نیستن. یعنی چرا تورا اضافه می‌کنه حیوانی که پاک نیست و حیوان نجس و همین خلاص کن؟ الا تورا می‌خواد زبون پاک استفاده کنه، زبون تمیز، زبون پاکر، نه نجس. کلمه نجسیه، استفادهش نمیخواد بکنه، حتی که اضافه کنه حرف حروف اضافه کنه، ولی زبون پاک. یه کوهن بود توی بیت مقدس، پرسیدن اصل خمپنیم، اون 12 تا نونی که توی بیت مقدس میدادن تقسیم میکردن به کوهنیما، هر شبت میذاشتن و شبت بعدی تقسیمش میکردن به کوهنیما. پرسیدن از کوهن چقدر از این لخما پنیم گرفتی؟ گفت مثل یه دنب مارمولک. دنب مارمولک؟ مارمولک؟ میگی روی لخما پنیم، حتی که فقط مثال مقدارش رو میخوای بگی. ولی چک کردن، رفتن دنبال مادرش پدرش و پیدا کردن که یه عیبی داشت توی این پدرانش، این کوهنه. دو تا شاگرد بودن جلوی یه رو، یه شاگرد گفت چرا زیتون رو میشه با نجاست از درخت کند؟ و دومین شاگرد گفت چرا زیتون رو میشه با اینکه پاک نیست کند از درخته؟ همون معنیه، همون سواله، ولی این گفت با نجاست، این گفت که پاک نیست. راوه گفت من مطمئنم که این یه راوه خیلی بزرگ میشه، و اینطوری هم شد. چرا؟ چون که حرف زدن نشونی وجود آدمه، نشونی توی آدمه، نه روح آدم چقدر پاکه. و برعکسم، وقتی که آدم کلمه های پاک و تمیز و محترم استفاده میکنه، این اثر داره روی روحش که پاکتر بشه، که ظریفتر، بهتر بشه. پس بیاین همیشه کلمه هامونو انتخاب کنیم. هر چیزی رو میتونی به صورت منفی و به صورت مثبت بگی. بیا کلمه های محترم، کلمه های پاک، کلمه های تمیز استفاده کنیم. ایشالله خدا کمکمون بکنه. آمین و آمین. با همون باشین دوستان عزیز. هر دوشنبه از 6 تا 7 به زمان اسرائیل توی فیسبوک و اینستاگرام خودم را بی پارتو به انگلیسی. خوش باشین.